اما ویژگی مویرک ها گفتیم از یک ردیف سلول سنگ فرشی یک لایه ساخته شده و به علت نفوذپذیری زیاد تبادل مواد و گازها بین بافت ها و خون توی اون انجام میشه. مثلا با کم شدن اکسیژن اسفنکتر باز شده و باعث عبور جریان خون میشه. خب ما توی جلسات گذشته در رابطه با مویرک صحبت کردیم تو فصل 3. اگر یادت باشه گفتیم که مویرک ها بافتشون پوششیه. ویژگی بافت پوششی هم میدونیم سلولاش به هم نزدیک بود، از طریق غشای پایه وصل به بافت زیریش. حالا بافت پوششی که داریم توی مویرک صحبت میکنیم میگیم سنگ فرشی یک لایه است و منافذی داره. چرا؟ به خاطر اینکه الان توی بافت هستیم. بافت هم که تجمع سلول، نیازم به چی داریم؟ سلولامون نیاز به مواد غذایی دارن و مواد غذایی مثل گلوکوز داخل خونه توی مویرگاییه که داره از تو بافت رد میشه. پس طبیعتاً این ماده غذایی باید از مویرک از طریق منافذ بیاد بیرون. چه نیرویی باعث میشه که این مواد بیان بیرون؟ فشار در واقع خونه که سمت سخرگی زیاده. میتونم بگم با کمی اغماز اون چیزی که خارج میشه پلاسماست. چرا؟ به خاطر اینکه سلولای خونی مثل گلوبول قرمز، گلوبول سفید و پلاکت ها اینجا خارج نمیشن. این مهمه. یا پروتئین های بزرگ مثل پروتئین آلبومین. بچه این آلبومینی که اینجا دارم نام میبرم تنظیم کننده فشار اسموزیه. حالا بعدها تو دانشگاه باهاش آشنا میشین. نکته بسیار مهمیه. پس پروتئین های بزرگ و سلولا خارج نمیشن. میتونیم بگیم با کمی اغماز همون مایعات و مواد غذاییه که خارج میشه. سلول نیازش رو تامین میکنه. بعد از اینکه اون ماده غذایی رو برداشت دوباره این مایعات باید انتهای مویرک برگردن. اما چی باعث میشه که در واقع این مایعات برگردن؟ فشار اسموزیه. چی باعث شد خارج بشه؟ فشار خونه. پس دقت کن، فشار خون سمت سخرگ زیاده، باعث میشه که این مواد خارج بشن. اما فشار اسموزی سمت سیاهرگ زیاده، باعث میشه که این مواد دوباره برگردن وارد مویرگ بشه که از طریق سیاهرگ دوباره برگرده وارد قلب بشه. طبیعتاً اختلال در فشار اسموزی و فشار خون باعث میشه که اختلال ایجاد بشه و اون اختلال رو تحت عنوان بیماری خیز یا ادم میخوایم معرفی کنیم و میخوایم نکاتش رو بگیم که چه عواملی باعث خیز یا ادم میشه. نگاه کنین کتاب چی گفته. گفته در ابتدای هر مویرک یک مایچه صاف حلقوی وجود دارد که به صورت یک دریچه عمل میکنه که خون رو در داخل خود بین بافت توزیع میکنه. یعنی باعث میشه فشاری که در واقع سمت سخرگی هست تو ابتدای مویرک این خون رو بجز سلولا و پروتئینا خارج بکنه. گفتیم بنابراین مویرک ها همیشه باز نیستن و یک جریان متناوب توی اونا وجود داره. گفتیم مویرگا با دیواره نفوذپذیر خود به تبادل آب، مواد بین خون و مایع میان بافتی میپردازن و گفتیم از دیواره مویرگا دو تا چیز عبور نمیکنه و اونا چیه؟ سلولای خونی نظیر گلوبول سفید و گلوبول قرمز و پروتئین های دورش مثل آلبومین که در تنظیم فشار اسموزی نقش داره. گفتیم مایع بین سلولی چیه؟ بچه مایع بین سلولی رو گفتم شامل مواد معدنی مثل آب، املاح یعنی یونها مثل سدیم، مثل پتاسیم، کلسیم، مولکولای کوچیک مثل گلوکوز، مثل آمینو اسیدها و گازها هستن. خب این مایع بین سلولی یا مایع میان بافتی از چی تشکیل شده؟ از همون پلاسمای خون منشأ گرفته. بجز سلولای بزرگ مثل سلولای گلوبول سفید، سلولای مربوط به گلوبول قرمز، پلاکت ها و پروتئین های درشت مثل همین آلبومین. یعنی اگر من بیام از پلاسمای خون یه سری از پارامترها رو فاکتور بگیرم، پس به مایع میان بافتی یا مایع بین سلولی میرسم که گفتم شامل این ترکیبات و اجزاست. گفتیم میدانیم که 90% از مایع میان بافتی مجدداً در انتهای مویرک ها به درون اون بر میگرده. اما خروج و ورود مایع میان بافتی از مویرک چجوریه؟ خب الان در موردش صحبت کردیم. عاملی که باعث خروج میشه فشار خونه که سمت سخرگی زیاده. اما عاملی که باعث میشه این مواد دوباره برگردن به سمت مویرک فشار اسموزیه که اون سمت سیاهرگیه. کتاب هم در واقع در مورد همین یه شکلی رو داره که حالا میخوایم تفسیرش بکنیم. دقت کنیم. گفتیم نیروی رو به خارج فشار خونه و نیروی رو به داخل فشار اسموزیه که ناشی از پروتئین های پلاسماییه که داخل مویرگه.
در ابتدای مویرگ گفتیم یعنی سمت سخرگی فشار خون بیشتر از فشار اسموزیه، پس باعث میشه مایع میان بافتی ساخته بشه و اون موادی که داخل مویرگ هستن بیان بیرون. اما تو انتهای مویرگ یعنی سمت سیاهرگی فشار اسموزی بیشتر از فشار خون شده و مایع میان بافتی به مویرگ برمیگرده. این بسیار مهمه، پس دقت کنید اگر سمت سیاهرگی فشار خون از فشار اسموزی بیشتر باشه اجازه نمیده که این مواد برگردن، یا اگرم برمیگردن مقدار قابل توجهی نیست، مقدار خیلی ناچیز و کمیه، پس در واقع اون مایع میان بافتی داره تو همون بافت تجمع پیدا میکنه. کتاب میگه تجمع مایع میان بافتی رو بهش میگیم خیزیا ادم. پس یکی از عللش چیه؟ یکی از عللش این میتونه باشه که سمت سیاهرگی اگه فشار اسموزی نرمال بود، یعنی مقدارش بیشتر از فشار خون بود، باعث میشه که مواد برگردن. ولی اگر فشار خون بیشتر از فشار اسموزی باشه اجازه بازگشت رو نمیده و فرد دچار خیزیا ادم میشه. نگاه کنید شکل کتاب بسیار برای ما اهمیت داره. شما در واقع دارین مویرگ رو میبینین، گلوبول های قرمز رو میبینین، حالا جدای از این طبیعتاً پلاسما هم اینجا شناور هست. نکته بسیار مهمی که برای ما اهمیت داره اینه که وقتی داریم در طول مویرگ بررسی میکنیم، وقتی داریم از سمت سخرگ به سمت سیاهرگ پیش میایم، فشار خون عاملیه که باعث میشه مواد خارج بشن. اما اون عاملی که باعث میشه موادی که خارج شدن دوباره برگردن فشار اسموزیه. بچه ها نگاه کنین در طول مویرگ، یعنی از سمت سرخرگی به سمت سیاهرگی که داریم پیش میریم، فشار خون تقریبا مقدارش داره چی میشه؟ کمتر میشه و همین عاملیه که در واقع نشون میده فشار اسموزی از فشار خون بیشتره و کمک میکنه که مواد برگردن. اما فشار اسموزی رو نگاه کنین تقریبا یه مقدار ثابتی داره، به خاطر اینکه اون سلولای خونی و پروتئین هایی که داخل مویرگ هستن که ثابتن، ثبات دارن. اون چیزی که خارج شده اون مایع میان بافتی بوده، پس اون فشار اسموزی که من دارم ازش یاد میکنم و به شما تو فصل دوی دوم گفته بودم تمایل یک محیط برای جذب هست، در واقع ما داخل مویرگ داریم میبینیم. یعنی این سلول ها و اون به ویژه اون پروتئین ها هستن که فشار اسموزی ایجاد کردن که مایعات دوباره چی بشه؟ برگرده. این نکته بسیار مهمیه. و حالا گفتیم که 90% اینجوری برمیگرده، اون 10% باقی مانده به واسطه رگهای لنفی به سیاهرگ برگردونده میشن که اون سیاهرگ هم سیاهرگ زبرینه که نهایتا وارد دهلیز راست میشه. گفتیم اختلاف فشار اسموزی در دو طرف مویرگ های خونی یکسانه، چرا که این میزان به پروتئین های درشت خون بستگی داره و از آنجا که مقدار اختلاف این مواد در طول مویرگ ثابت هست، اختلاف فشار اسموزی نیست ثابته، اما فشار خون در طول مویرگ کاهش میابه. همین چیزی که تو شکل قبلی در موردش صحبت کردیم، یعنی از سمت سخرگی که به سمت سیاهرگی میرفتیم فشار خون داشت کم میشد، اما فشار اسموزی اختلافش چی بود؟ ثابت بود. شکل بسیار مهمی که در واقع اینجا گذاشتیم تحلیل همون اسلاید اولیه که فصل رو با شروع کردیم. اگر خاطرت باشه رگی که از قلب خارج میشد سرخ رگ بود و رگی که وارد قلب میشد سیاه رگ بود. تحلیلی که توی این شکل داریم در رابطه با سرخ رگ ها، اگر خوب نگاه بکنی بافت پیوندی، بافت مربوط به عضله که مایچه صاف هست و بافت پوششی رو میبینیم که خون توش در واقع جریان داره، پس طبیعتا خون در تماس با بافت پوششیه. اما ماهیچه صاف و بافت پیوندی ما که توش پروتئین الاستین هست نقش هایی رو داشتم. مثلا توی سخرگای بزرگ گفتم که این الاستین خاصیت ارتجاعی میده، یا در رابطه با سخرگای کوچیک گفتم عضله صافش بیشتره که نقش اسفنکتر رو داره بازی میکنه. این شکل در واقع در مقایسه با سیاهرگ چی رو داره به ما یاد میده؟ خب توی سیاهرگ رو هم اگر دقت بکنین ما مجددا بافت پوششی رو میبینیم، عضله صاف رو میبینیم و بافت پیوندی رو میبینیم، اما ضخامت مربوط به عضله و بافت پیوندی نسبت به سخرگ چیه؟ کمتر هست. و نکته دیگه ای که داره میبینیم قطر مربوط به سیاهرگا نسبت به سخرگ چیه؟ بیشتره. و بعد ما اینجا دریچه لانه کبوتری رو میبینیم که کمک میکنه به عنوان یه نیروی کمکی که خون به سمت قلب بره، که بعداً در موردش صحبت میکنیم که افتادگی دریچه لانه کبوتری چه اختلالی رو ایجاد میکنه. و طبیعتاً هم اینجا دارین شما شبکه مویرگی رو توی بافت میبینین، دقت کنین. پس توی سرخرگ های بزرگ سرعت و فشار خون بسیار زیاده،
وارد سرخرگ‌های کوچیک شدیم که باعث توزیع خون توی بافت میشه. بافتم که دارم صحبت میکنم شبکه مویرگی رو دارم میگم. تو شبکه مویرگی سمت سرخرگ‌ها فشار خون زیاده، مواد خارج میشن. در انتهاش یعنی سمت سیاهرگ فشار اسموزی زیاده که مواد دوباره برگردن و بعد از طریق سیاهرگ‌های کوچیک و بزرگ ما وارد قلب بشیم. حالا ما توی مویرگ داریم صحبت میکنیم، میخوایم در مورد این صحبت کنیم که اگر اختلال ایجاد بشه در اختلاف فشار خون و فشار اسموزی، این بیماری خیز یا ادم چجوری ایجاد میشه. دقت کنیم، گفتیم پلاسمای خارج شده از مویرگ در سمت سرخرگی گلوکوز و اکسیژن زیادی دارد، در حالی که پلاسمایی که مجدداً در سمت سیاهرگ به مویرگ باز میگردد CO2 و اوره زیادی داره. این نکته خیلی مهمیه، چون ما میدونیم توی بافت که تجمع سلوله وقتی فعالیت متابولیک داره انجام میشه CO2 زیادی داره تولید میشه. این به واسطه فعالیت چرخه کربسه، یکیش رو البته دارم میگم که تو فصل 8 پیش دانشگاهی میخونی. پس سلول نیاز به ماده غذایی داره که باز گلوکوز بیشتری رو بسوزونه برای فعالیت‌های متابولیسمی که سلول نیاز داره. طبیعتا شما تو فصل 2 سال دوم میتوکندری رو هم خوندین، تنفس سلولی انجام میده، یعنی سوختن. پس واکنش سوختن برای اینکه ATP بیشتری هم تولید بشه نیاز به اکسیژن بیشتری داره. از طرف دیگه اون سلولایی که تو بافت دارن فعالیت میکنن دارن فعالیت‌های متابولیسمی رو انجام میدن. فرض بگیرید متابولیسممون مربوط به پروتئین باشه. خب یکی از مواد جانبی متابولیسم پروتئین ها مواد زائد نیتروژن داره که تو کلیه توی انسان در واقع در رابطه با ماده زائد نیتروژن دار چی رو گفتیم؟ اوره رو گفتیم. پس نکته مهم اینه که بافتی که داره فعالیت میکنه گلوکوز و اکسیژن زیادی رو میگیره و به واسطه فعالیتش رگی که داره از بافت خارج میشه یعنی سیاهرگ CO2 و اوره زیادی داره. نکته دیگه‌ای که اشاره کردیم اینه که گفتیم در طول مویرگ یعنی از ابتدا که داریم به انتها میریم فشار خون کم میشه. مقدار زیادی از پلاسما از سمت سرخرگی چی شده؟ خارج شده. و بعد گفتیم مویرک های مغزی نسبت به سایر مویرک ها نفوذپذیری کمتری دارن و دیواره اونا از ورود بسیاری از مواد غیر ضروری جلوگیری میکنه، که اینو اگر خاطرتون باشه تو فصل 2 سال سوم خوندین، سد خونی مغزی، که مواد مورد نیاز مثل باز گلوکوز، اکسیژن، آمینو اسید، یه سری هورمونا مثل هورمونای تیروئیدی T3 و T4، هورمون رشد، یا بعضی وقتا اون عوامل باکتریایی مثلا تو فصل 9 مربوط به پیش دانشگاهی عامل بوتولیسم رو میخونیم که مربوط به باکتری کلستریدیوم بوتولونیومه، جزء باکتریای هتروتروفه که توکسین اون باز قابلیت عبور رو داره. ولی از سد خونی مغزی میتونم در واقع این نتیجه رو بگیرم که نفوذپذیری مویرگاش نسبت به جاهای دیگه بدن کمتره، برخلاف مثلا کبد و کلیه که نفوذپذیری مویرگاش بسیار زیاد هست. گفتیم نفوذپذیرترین مویرگ‌ها مربوط به کبد و کلیه هستن، زیرا این اندام ها دفع مواد زائد رو بر عهده دارن، ولی نفوذپذیری در مغز از همه جا کمتره.